چیزی کم کم ما دیدیم که آقا جنتی مثلا الان خیلی بیشتر انقلاب و نظام اینا رو قبول داره. از اون لیبرال شده آستاده لاریجانی رو ساده بوده. کجا بوده؟ من اصلا شک دارم خاندانشون کجا بوده؟ وصله به کیه؟ وصله به ایرانه؟ وصله به کجاست در واقع؟ حالا به هر حال اینا رو ما کاری نداریم. میخوام بگم شما سعی نکنین این مایی رو که اومدن هممون رد صلاحیت کردن، بی آبرو کردن تو کشور، تو جامعه، این حرفا ماها رو بگین آقا بی آبرو از نظر خودشون بیان بگین آقا شما کتابیان، مملکت چیزی میشه به هم میریزه. ما مسئول به هم ریختن مملکت نیستیم، اونا مسئول به هم ریختن مملکت. شما به اونا به این هشدار رو بدین ما به همون ظلم شده و باید در مقابل ظلم بیستیم. اونا به ما ظلم کردن، اونا باید ما میگیم تازه به ما ظلم بکنن، از روی همه بردنن. ضمن اینکه اونی هم که ما گفتیم چیز، شما بدونین اون فشاری که شما بیا بذارین به اینکه 2000 تا رو اونا تایید کنه واسه اونا هیچ حساسیتی نداره. فقط اونا نمیخوان این کارو بکنن که روی ما زیاد نشه. توجه میکنین؟ خب اون کارم که نکردن چی میشه؟ ما شکست خورده تلقی میشیم اگه این حرکت ما رو نکنیم. اینا یک جمعی هستند که الان مال 12 نفر آدم اون آخر کار وایسادن دارن یک کاری رو که از توی چند صد حوزه نظارت در آمده میبینن. خب ممکن هم هست که همین که شما میگید باشه، مثلا توی هیئت نظارت استانی که تأسیس شد بالاخره شروع کرده فعالیت، تصمیم سازی هایی شده باشه تا روز میز این 12 نفر، ولی اینکه این 12 نفر مثلا با هم دیگه نشستن نقشه کشیدن، مثلا پیرمرد 70 ساله جنتی یا پیرمرد 80 ساله مؤمن که با هم دیگه همین کاره که شما میگی پیش ببرن تا آخر مثلا به همین ترتیب اینا، نه واقعا نه این مشکل مرد خدا ترس عادل خاطره هیچ کاری چیز نمیکنن. آقای خاطره من وقت ندی اصلا نوبت منه. ببین هیچ کاری چیز وایس من حرفا باید بزنه 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 آقا ببین بزنه 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 اگر آقای خاتمی امروز آقای خاتمی همین دوستان رو دعوت کرد، گوش کن، همین ده دوستان رو دعوت کرد، من میخوام بگم داریم سر بیسار میترشیم. آقای نعیمی پور بود، آقای شکوری بود، آقای صفای فرانی بود، گوش کن، برای اینکه شما کم بشه دارن همین رو صفای میسن پاش. نه آقای خاتمی، من میخوام بگم به اینجا توی جلسه شون خدا شاید ما 800 دینا نشستیم همینجا سر کله جلسه شون گفتش که اگر 8 قانون نظر شه ما اینو نفهمیدیم. گفت اگر این قانون نظر باشه تو که بعد از ظهر مگه نباشه اینو من هر کار متأسفانه میخوام بکنم بکنم به من کار نداره. اصلا خود این 12 تا اینام بهشون بگم میخوایم رو بهزاد نوید کم شه که شرعن هم میتونم از خود دلیل بیارن که چرا، چون بهزاد نوی این کفر جهانیه، باید این اسلام اسلام در مقابلش بیست. متحسنی به من ربطی نداره، هر کار میخوام بکنم بکنم. حالا اومدیم که به اینجا نرسیم دیگه. نه یعنی میخوام بگه نه خودش میگو اگر روی سجاعت ها مردمی که آقای نوی گفتن این تا فردا برای بشینیم راجبه اینا فکر کنیم دیگه. یکی اون حد مشخص بشه. دکترم بگم ببینیم این 80 تایی که تو مجلس اینا زدن اکثریتشون باید دردیام از تو هر رفتن از ما تو موضعشون از ما قوی تر از به حضور شما یک کاری نکنیم. شما هرچی این بچه های گردن کلفت خودتون رو چی لتو پار کنن دیگه درسته که ماها الان از آبسرمون گذشته هر 80 تا میگن ما رو تایید نکنیم بقیه رو تایید کنیم، ولی دیگه کسی نمیاد جای اینا رو بگیره. وقتی ببینه اگه یه سخنرانی قبل از دستور کتی آقای جنتی خوشش نمیاد رد صلاحیت میشه که شما اصلا اوتوماتیک اونایی هم که میاد میشه یه آدمی که اونجا میره توده مت و سنا میده.
اینا رو بدونید، یعنی شما بدون آشکار که ما با هم کامل قبول دارم. ما ببین من میگم که ما بشینیم راجب، ما اصلا راجب این بحثا بله منم میگم اختلاف رو حل کنیم، همون حدمون با هم دیگه ما میخوایم یه کاری کنیم اختلاف نشه دیگه، اینو به مشخص کنیم نه رو قبول داریم نه رو تایید، حد دو اگه با هم مشخص کنیم تکلیفمون روشن. شما میبینیم نمیدونم، شما میخواین چی رو میبینید؟ شما میخواین این چیزی بگین که مثلا فرض کن اگر یه دیگه از دوستانتون مثلا تو دوره اونا رو قبول ندارم بگید نه والله اجازه نمیدم، میخوام بشین با هم بحث بکنیم تا به اون برسیم. سلام من میگم اگه همین حد دو تا حدودن کنید جوانی کام دقایت سلامیت آدم رو رد بکنم دیگه یه شد دوان یه هم شد دیگر رو میگه که چیه آبستر گذاشت اگر ما بدونیم یه چیز شما دست میدیم با ما ما اگه چیزی که بارم تفاهم کن تا آتش هم رو دوستان این اتفاقه تعقلی دارن تو این زمینه که شما بگونم ما باید یک کاری بکنم همون با هم یه تصمیم بگیریم مرد و مرد و تقسیم هم نشه سیستم این چیز دوامی خورداد و میدونم آقای خاتمی یه بر بره آقای چیزی یه بر بره همه ما خودمون بینمون اختلاف بیفته تا آخر چه چیزم باشه که واقعا معقول هم باشه بتونم بایسیم باشه حرف چیزم نزنیم وسطش نکنیم یعنی میگه مصطفی هم نه بتونیم هم با این شرط که تو هم مثل هست عوضش کنیم جاش خوبه آقا، من حساب کردم یه خونه تا بود جاش خوبه آقا، ما با درده آقا بسیار، جاش خوبه، جاش خوب نیست کجا؟ جایی من خوبه نیم نفسه چه ساعتی؟ البته همه یه عالم در محضر پرورتگار نو نو نو، ولی ما یک چیزه داریم یه تر بسیم کنم ده خوبه با مورا خود چکا کنیم اما خوابش رو ادامه دیمی که یه حتی ها همینجه نه الان شما تا دیگه نمی کنید چرا تا دیگه نه خیلی آتون رو انجام بیشون نه کنید نه کنید نه کنید نه کنید نه کنید نه کنید حالا تا اینجاش کنیم بریم ببینیم چی میشه. میگم این بحران رو تموم میکنیم میریم سر بعدی بار بحران پشت بحران یکی کل میکنیم میریم سر ما چی هستیم چی دیگه؟
اینا اومده بودن ببینن این مشکل آقای نعیمی خدا فت کلیار امروز مرخصی یارو آورد پس اضافه بعد تنها کسی که خوب مشکل دارم یکی از اینجا بگیم اضافه بعد نمیدم اگر من 20 اگه پیاده بشیم باید پیاده بشیم یکی اون بدبخت آقا آسانسور خراب میشه راست
همه ما قبول میکنیم که یکی از حساس‌ترین مراحلی که تکلیف اصلاحات رو روشن میکنه این مسئله انتخابات مجلس هفتم است. ما در اینجا خیلی نباید دایه دلسوزتر از مادر برای اون اصلاحات باشیم که ما اصلاحات رو از دست آقای خاتمی میخوایم نجات بدیم. من نظر خودم رو دارم میگم در این چیز. آقای خاتمی یک اصلاحاتی رو شروع کرده، یه تصمیم میام میگیره، این روند اصلاحات رو متوقف میکنه، منحرف میکنه اینا، اما اصلاحات که نمیمیره. ما لزومی نداره که در برابر این به اصطلاح اینقدر احساس وظیفه خدایی و شرعی و اینا بکنیم. امر سیاست هست، امر مسائل اجتماعی هست، یه اموری است که هیچ وقت توش این مسائل اصولگرایی ها اونچنانی که ما در جای دیگه داریم راه نداره. ما باید فکر این بکنیم که به چه وسیله این حرکت و جریانی که ما فکر میکنیم درست هست کمتر ضربه بخوره. ما که به پیروزی امروز و فردا نمیتونیم برسیم که فکر میکنیم اگر جلوی دولت وایسیم حالا انتخابات رو میتونیم متوقف بکنیم، یا اگر مثلا چیز شد 6 روز بعد اگر انتخابات برگزار شد مردم چی کار میکنن، اله میکنن، به همچین چیزایی نیست. من احساسم این است که ما اگر بخوایم در برابر دولت به شخص آقای خاتمی بزنیم اولین ضربه رو خودمون میخوریم در داخل کشور. بله ممکنه که چارت دانشجوی دفتر تحکیم وحدت و نمیدونم چارت استاد دانشگاه و نهضت آزادی و اینا بابا و چرچن برامون بکنن، خارجی ها بابا و چرچن برامون بکنن، اما جریان اصلی که داره در داخل مملکت پیش میره لزوما به این معنا نیست که حالا ما بگیم تو آقا آلمانی کلا شما چی شدید و حالا مثلا یک جریان پویا و یه خیلی زنده و اونچنانی بمونه. ما باید جریان خودمون رو بسازیم. استراتژی که من فکر میکنم باید داشته باشه این است که ما تکلیف خودمون رو باید روشن کنیم. قطعا. یعنی ما نمیتونیم با این جریان همراهی بکنیم. حالا دولت باشه، شورای نگهبان باشه، مجلس باشه، هر جایی نمیتونیم همراهی بکنیم. اعلام میکنیم. این جریان روندی ضد اصلاحات برگزاری انتخابات غیر قانونیه، غیر مشروعه. مجلسی هم داشتیم که مشروعیت نداره. میتونم بشم بگیم که دولت هم که اگر دولت اصلاحاته حق نداره انتخابات رو برگزار کنه. اما همین تموم میشه دیگه. ما میگیم ما خودمون میایم کنار، استعفامون رو میدیم، اعلاممون رو میکنیم، از اون بعد کار میشه دست احزاب و گروه ها دیگه. ما در حقیقت این خط فاصل، این فرمان، این مرزی رو که باید بین اون چیزی که فکر میکنیم واقعیت هست، اصلاحات هست و اون چیزی که داره منحرف میشه، در حقیقت این رو اینجا ترسیم بکنیم. به هیچ وجه من سلا نمیدونم که ما از روز یک شنبه هدفمون بشه شخص آقای خاتمی یا شخص دولت یا آقای کروبی یا کسای دیگه. ما تو این جریان در حقیقت آب میندازیم به جوب اونهایی که تا حالا میخواستن بین ماها در باب بندازن برای این کاری که وجود داره. آقایون هم ممکنه به دنده کج بندازه، ظرفیت های گیران استفاده نکنه. بنابراین بنده میگم دوباره ما در قسمت اول صحبت اینجا باز دوباره باید تأکید بکنیم دوستان، بعضی از اخباری که میرسه در تایید صلاحیت ها واقعا نوعیست که بین ما دارن اختلاف میدازن. واقعا میان تجدید عهد بکنیم که آقا اگر تایید صلاحیت شدیم نشدیم هرچی شد ما خودمون پای این وایسادیم که نیام توی انتخابات. این دقیقون روشن کنیم. اگر توان ما با دعا بکنیم که دوستان شورای نگهبان سرسختی بکنند، چون تنهاول وحدت ما سرسختی شورای نگهبانه. اگر شورای نگهبان یک کم عقل داشته باشه، یک کم کوتاهیان به یه طرف هم امتیاز بده، ما ها از هم میپاشیم. دعا بکنیم فردا زور شورای نگهبان هیچ امتیازی نده، امتیاز خیلی کمی بده، که آقای کروبی و خاتمی اینا میگن آقا فایده نداره، هرچی شما میگید درسته، با هم راهی راه رو بریم. اما اگر نشود ما ببینید تعصب رو برای چی ادامه میدادیم؟ تعصب رو برای این میدادیم که مانع برگزاری انتخابات بشیم. ولی اگر دولت فردا آقای خاتمی تصمیم بشه جدی و قطعی بگیره من میخوام انتخابات برگزار بکنم، یعنی ما دیگه معنی نداره تعصبمون. ما اعلام میکنیم این انتخابات مشروع نیست، قانونی نیست، مجلسش هم مشروع قانونی نیست، مردم ما هم تلاشمون کردیم اما نمیتونیم دیگه، ما هم در خودمون دیگه شریک جور نخواهیم بود میریم. بعد کار میفته از اعضا، گروه ها، سازمان ها، جریان های مختلف که میتونن کارمون میکنن. به هیچ وجه من به نظر نمیرسه که تخریب دولت آقای کروبی، آقای خاتمی در این جریان عمل به صلاح ما، به صلاح اصلاحات، به صلاح کشور را چیزایی دید. آفرین آقای عکس میگیرم.
آقای موسوی هست. در راستای صحبت های آقای خاتمی من امشب میخوام صحبت کنم. 5 دقیقه است. دیر اومدی. آقای صحبت آقای نوابی خبر دارید بدید. خبر دیگه از حضور شما که دوستان عمدتاً اومده بودن اینجا که از خواسته های متحسنین مطلع بشن و ببینن متحسنین چه شرایطی دارن برای مثلا خاتمه تحسن یا خاتمه حرکت های بعدی. البته من اون کلیاتی رو که از قبل میدونست همون چیزهایی که نمیدونم 3250 که رفت سبالیت شدن اینا دوستانم کم و بیش همین و همین زمینه از پیش این کسانی که غیر قانونی رفت سبالیت شدن خواهر بازگشتش هست. این کلیاتی بود که گفتیم و اونی که حاضریم از خودمون بیشتر از بقیه مایه بذاریم هم باز این رو گفتیم. دوستان معتقد بودن که شما باید بیاین عملیاتی کنید این حرفاتو و دقیق بریم صحبت کنیم به ما بگیم یعنی چی. ما سه دسته تقسیم کردیم این رد صلاحیت رو داریم. یه دسته اونایی که بینام و نشانن و رد صلاحیت رو بی خودی شدن غیر قانونی رد صلاحیت رو هم بینام و نشان هم هستن کسی هم دنبال کار جونید حالا الزاماً چپ و نمیدونم دوم خردادی و اصلاح طلب و اینا ممکن نبودیم. یه دسته کسانی هستن که اگر صلاحیتشون تایید نشه خود آقایون میگفتن حالا رسیدن به 140 خورده ی حوزه که غیر رقابتی میشه آخه در این زمینه وزارت کشور 180 تا اعلان کرد، وزارت اطلاعات 115 تا اعلان کرد، حالا با تحقیقات رسیدن به 143-4 تا مثل یه دستم اینا که بایستی بیان تا این حوزه ها توش امکان رقابت واقعی باشه اونم نه سیاهی لشکر. مثلا یه کسی باشه درسته که اصلاح طلبه ولی مثلا تو حوزه 200 بیشتر رأی نمیاره اونو تایید کنن، اونی که رأی داره اونو تایید نکنن. نه، منظور از اون دسته دوم کسانی بودن که قدرت رقابت با جناح محافظه‌کار رو دارن. این دسته دوم. دسته سوم هم دوستان مطرح کردن که کسانی باشن که تو مجلس بالقوه اگر مجلس آینده تشکیل شد و اصلاح طلبات توش راه پیدا کردن کسانی هم باشند که بیرقوه توان سازماندهی و اینا هم داشته باشند. یه ده ممکنه وجود نباشند ولی هر یه چند تایی هم پیداشن که بتونن اینا رو چیز کنن. نه اون که دیگه مرده خدا بیان برزده از به حضور شما که چیزه این سه دسته رو ما گفتیم از این سه یه ترکیبی باید باشه که این سه دسته توش به اندازه‌ای باشه که همونطوری که احراز عرفی شما میگین به طور عرفی هم ما بتونیم بگیم که این حرکت به یه نتیجه رسید ما متوقفش کردیم. اگه نشه گفت اینو به طب توقفش امکان پذیر نیست. اونها هم یه مقدار به ما نگرانی هاشون منتقل کردن که اگه حجت شما ادامه پیدا کنه استعفا بدین مجلس تشکیل نشه مردم تو انتخابات شرکت نکنن شما شرکت نکنین خیلی بده واسه نظام خیلی بده واسه کشور خیلی بده واسه دولت. این حرفا خب
خیلی بحث و گفتگو شد و رد و بدل شد مطلب، و ما با اونها یه توصیه‌ای کردیم که اولا قدرت دولت رو کم نبینیم تو این ماجرا، ثانیا توان ماها رو کم ارزیابی نکنیم، ماها بالاخره این متحسنین هم توانایی هایی دارن که میتونن به کار بگیرن، کوتاه نیاییم روی این توانایی ها. ثالثا به جای اینکه به ما زیاد فشار بیاریم که تحت مورد ظلم واقع شد، ما یعنی این 3000 تا، به جای این بریم با اون که بگیم شما ها ادامه بدین نظام اینجوری میشه اینا، با اونایی بگیم که این ظلم رو کردن و سبب این مشکل شدن، نه به ما ها. خلاصه قرار شد دوباره 10 صبح فردا نشست داشته باشیم. چیزی که از ما انتظار دارن 10 صبح فردا اینه که بگیم این 3 دسته‌ای که میگیم که باید صلاحیتشون تعیین شه یعنی چجوری. یعنی مثلا فرض کنیم 2500 تا بینامونشان اگه از دور، چند درصد اینا قبول شما قبول میکنیم؟ اون کسانی که رقابتی باید برن چقدرشون رقابتی برن و مثلا نوعاً کیا؟ فرض کنید حتما آقای دکتر توفیقی از کاشان باید بره، یا مثلا یکی دیگه هم اگه هست بیرون که مثل ایشونه میتونه بره. بعد تا فردا ساعت 10 صبح دوستان بگم، من بیشتر میگم دستور جلسه فردا صبحتون این باشه که خب ما اون چه که فکر میکنیم عاملی میتونه باشه که اگه حاصل بشه ما توقف میگیم به حرکتمون و حرکت جدید رو نمیکنیم چیست که خب بالاخره مذاکره است دیگه، بریم به طرف مقابل بگیم و طرف مقابل یعنی وزرا بگیم، وزرا به طرف مقابل منتقل کنن این مسئله رو و بتونن روش کار کنن. تأکید داشتن که سعی کنیم که جبهمون متحد باقی بمونه و از هم پاشیدگی توش ایجاد نشه. نکاتی بود که گفتن، حالا اگر که موافق باشین صبح این کار بکنیم. اینجا فقط مژده بدم به شما که قاطع‌ترین و بهترین مواضع رو هم معتشمی رو میگرسن و این خیلی خبر خوب و خوش دید. از استانداران خبر دارید؟ حالا من از اون جلسم بناش بر این شده که شنبه ساعت 4 بعد از ظهر همینجا تشکیل بشه توی مجلس و تصمیم گیری کنه، یه تصمیمی مقدماتی بکنید. یک شنبه بعد از اون شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد اون تو این تصمیمگیری رو ببره بلکه بتونه اونجا رأی عموم بگیره. ضمناً اون عزیزان خواهش میکردن که از مثلا نه به عنوان نماینده متحسن، چون نماینده متحسن عضو گروه هجدهگانه نیست، ولی خواهش کردن حتما دوستان مشارکت آقا رضا و آقای شکوری را شرکت کنن تو اون جلسه که بتونن تو جلسه یک شنبه که بتونن نظرات متحسنین رو خوب منتقل کنن به اون جمع. در این هم از این دو تا جلسه وزرا با شورای نگهبان داشتن، فضای اونجا چطوره؟ فضای اونجا گفتم برای اینکه در حوزه ها رقابت ایجاد شد گفتم خوبه، یعنی منطقه نمایندگان فعلا استثناء کردن، منطقه اینا کوتاه نیومدن، اونا استثناء هی میکنن، یعنی نمایندگان رو فعلا بحثشون بذاریم کنار. آخه دیگه نمیدونم چرا، نمیدونم از خودتون بپرسین که چرا بیشن رایی هستی، چرا از من میپرسین شما رئیسی آقای دکتر شهرانی خبر شما چیزی داده از دفعی و نه از این خبر، از جایی دیگه در صفحه که داشتیم مثلا با کردودی این خبر نه یعنی نمیدونم من گفته شده نگفته شده اینا. شما گفتیم خوب بوده، من بیشتر از شما نشیدم، شما گفتیم نشست خوبی بود. و
عملا امکان این که مثلا بشه چیز کرد از بین رفته و اینجور نیست، چون قبلا صحبت شده بود یه موقعی که این مثلا جمع متحسنین خیلی من نمیم گفتم اون تو اون جلسه ای که گزارش دادم که این جمع مثلا جمعی نیست که چیز باشه و دیگران دارن مثلا نگه میدارن این جمع و مثلا اینجوری هست و اینها بودم، بالاخره تشریح کردم که این وضعیت نیست و این جمع الان یه انسجامی داره، یه هویتی پیدا کرده خودش الان جمع متحسنین و هر شب هم میشینن تو جمع عمومی تصمیمات گرفته میشه. عرضم به حضور که در مورد فضای عمومی هم گفتم به هر حال اگر فرضم بکنین که کسانی هم تایید بشن از این مجموعه اونقدر وضعیت به اصطلاح فضا جوری هست که حتی اینایی که تایید شدن هم امکان این که بتونن مثلا برن و بخوان فعالیت بکنن ازشون سلب شده و اینجور نیست که حالا مثال هایی هم زدم و اینا که من دیگه اینا رو خیلی اینجا نمیگم، حالا شاید اینایی که من گفتم به همین مسئله هست که دوستان میدونن. خود آقای کروبی موضعش این بود که خیلی در هم بود و فکر میکرد میگفت نمیدونم که چی میشه و چی کار میشه و اینا. اون جلسه یاد رئیسه که من آخر جلسه یاد رئیسه رفتم تو، بعد که دوستان رفتن دیگه من با کروبی نشستم صحبت کردم، خدایی که اونجا هم آقای کروبی گفتن من نمیدونم دیگه، حالا مثلا اینجوری که بگن شما چی کار بکنید نبود موضعشون، بود هر کاری خودتون دیگه میکنید دیگه، من حالا مثلا در مورد استعفا من نظرم موافق نیست ولی دیگه هر کاری خودتون میکنید میکنید دیگه. خیلی ممنون از همه دوستان، شده که خسته نباشید، بحث رو شما جدی پیگیری بکنید، از همه دوستان هم باید بحث هایی که شده احتمال کنه کم فرصه رو سهی بکنم. شیخ محمدی بگیره، شیخ محمدی از دیگه سلسله دلفان هم درد کنیم خوبه. اینو ما خبر نداریم. خب منم همینه گفتم. راست شما رقابت ما گفتیم ما درمون خالی کردی. کسا شما هم رفتی کرد کدا یه مرزو دید. آقا کرد چیه؟ من گفتم. من گفتم. گفتن آخه بالاخره به ما بگیم که بالاخره آقای نظر من رقابتی رو حس کنیم. آقای پیشادم روشنی بگیم. ما رقابتی رو چیزی رو گفتیم که تا حالا خودتون خونه داشتیم خرد کردیم ولی یه خل سلاح کامل خیلی خلاصه ایدو التماس کردم که کسی نکنیم، گفتنم و گفتم این که شما هم میگی خیال میکنی ما هم یه سوت بزنیم 22 میلیون آدم دیگه میادن رو بایستند و تو میگفت شما ها بگین میاییم مجمع بگه میان که بدون خرداد بگه آقای خاتمی بگه آقای کروبی مردم میریزن پای صندوق بودن گور خوندیم همچین خبرهای نیست. ما الان 18 روز چیز کردیم نظرسنجی رو نشون دادم دست آقای شکوری نمیدونم هست آقای شکوری اینجا هست چه 54 اینی هم که میگین هیچ طرف نمیتونه پیروز بشه پیشنهاد ما همینه، از این ما میگیم شما بگین انتخابات نمیشه برگزار کرد معنیش نیست که ما پیروز شدیم یا اون طرف، یعنی به هر دو طرف فرصت دادن دوباره فکر کنه ببینه چی کار باید بکنه یه راه عاقلانه پیدا کنه. نارو گفتیم و آقا حرفای شما هم کلیات چه قبول دارم ولی معتقدم پیشنهادهای عملی بزن. شما سه روز قبل که شروع کنین می اومدین به ما میگفتین، از ما اون موقع کفمونه میپرسیدین، نه حالا بعد اینکه رفتین
300 تا 200 تا اسم دادین اونجا که چیز کنن، که اونا بدترین کارم کردن. اگه بیان این 300 تا رو بپذیرن و 3000 تا رو رد کنن، همین دو تا رأی هم که ما تونستیم در اثر این کار بسازیم از بین میبریم. ما دنبال دو کاریم، دنبال جلوگیری از رد صلاحیت غیرقانونی و دنبال جلب و جذب مردم به پای صندوق های رأی. ما از احساس مسئولیت میکنیم که مردم رو بیاریم. شما با این کارتون مردم هم همونی که گفتن به ما اینا جنگ زرگری معامله بخوام بکنن، اینا کاملا تثبیت میشه. آقای شریعت مداری دیگه آخرش گفتش که این چیز و شکوری و نعیم برو شهادت نمیگونم، من از همه شون پونترم، امروز من سیمجیم میکردم، نکنه بری سازش کار کنگه مثلا باج بدی و این حرفا. روی در اینا موزن دارد از خواهرها بودن که خلاصه سر میکردن جلسه رو به هم بریزن. برای که ثوابت شرعی رعایت بشه، خب آقایون نبودن، از خواهرها رو مأمور کرده بودن که بیان خلاصه مرگ بر وکیل آمریکایی و مرگ بر زده بودن. مثلا به ولی فقیه کار نداشتم، این صحبت در مورد ایشون نکرده بودم و تمام صحبت رو شما بله. سوالم اینه که چرا توی این جلسات آقای وزیر اطلاعات نمیان؟ چرا وزیر جلساتی که هم با آقای نبوی و آقای شکوری و آقای داشتن و یکی تو نامه من خوندم که جلسی که تشکیل دادن روی رشوه نگهبان، سه وزیر بودن معاونین وزارت اطلاعات بودن. نه وزیر اطلاعات بوده. من تو روزنامه خوندم که اینجوری یا اصلا نظرید بشود در معنا مردم هم با تون هماهنگ بشن و مردم بدونن اصلا چه خبره. الان میگم مردم مناطق خیلی نسبت به این موضوع تصویری ندارن. ضمن اینکه تو بعضی از استان‌ها مثلا فرض کنم توی شهر متوسط یا بزرگ یا کوچیک، چون 6 تا 7 تا کاندیدا معرفی شده، تصویری برای مردم نیست که این 6 7 تا با هم در یه سمت و سو هستن یا نیستن. فقط میبینن مثلا 6 نفر 7 نفر دارن رقابت میکنن، نمیدونن که اینا همونطور که آقای ادبم گفتن، اولا خود اونا نمیدونن پلکونی یکی دیگه هستن، مردم کوچه و بازار هم اصلا نمیدونن که چه اتفاقی پشت سرش داره میفته. اینم اینو خیلی از دوستانی که امروز هم آقای نوبی که پایین فرمودن، یه عده از دانشجو هم باز مراجعه کردن که گفتن اگه میشه شما این اسامی رو بدین روش کار بشه، چون اسامی نباشه مردم به دلیل همون رقابت معمولی خیلی اصلا نمیدونن چه شرایطی هستش. به شهرها ممکن اصلا بالای 50% مشارکت وجود داشته باشه، اون طرف هم با یه رأی قابل قبولی بیاد ولی اصلا مردم هم ندونن فضاش چگونه. راجبه جاش میشه چیز کرد، ولی مثلا به دانشگاه تهران و مسجد دانشگاه تهران و این برنامه عصر رو حالا یا هر روز یا یک روز در میون اونجا ما ادامه بدیم تا چی. دلیل اینم که باز معتقدم که این کار ما دیگه ادامش معنا نداره، اینکه روز شنبه در واقع اون بحثی رو که ما با شورای نگهبان کردیم تموم میشه. ما بحثم این بود که تا آخر مهلت که شورای نگهبان باعث اعلام کنه روز شنبه است دیگه. روز شنبه این بحثی که بین ما و شورای نگهبان بوده در واقع تموم میشه و دیگه معنایی برای ادامه کار ما به این شکل وجود نداره. ولی طبعا باید این حرکت رو ما تا انتخابات بیرون ادامه بدیم و این جمع متحصن دیگه تحصن اعمال نداشته باشه، برای اینکه ما بتونیم از کل پتانسیل های جامعه استفاده بکنیم و تحرک داشته باشیم و این ایدادهی که بعضا هم میگیرن واقعا وارد نباشه. پس ما مبارزه رو ادامه میدیم، اعتراض رو ادامه میدیم، ولی با یه اعمال دیگه، یک تغییر اعمال داده بیدیم. قطعا باید تغییر خواسته بدیم، چون ما خواسته که آقای مزروعی گفتن برای یه مطلبی ما اومدیم تحصن کردیم، حالا فردا شب دیگه مشخص آخر شب، یعنی روز یک شنبه صبح اول وقت معلومه که خواسته ما یا برآورده شده یا نشده. و ما قطعا باید خواسته هامون با توجه به همونطور که آقای شمس هم گفتن روز یک شنبه چند گزینه رو ما به اعمال نظام من میگم، مثلا به نام نظام بحث قانون مطبوعات، بحث